سلام، به ویدیو باز خوش اومدید. چی میشه که بعضیا در یوتیوب فعالیت میکنن و به موفقیت و درآمد میرسن، اما عده زیاد دیگه نمیتونن این کار رو انجام بدن و شکست میخورن؟ یا اصلا مسیر موفقیت و درآمدزایی در یوتیوب چیه و چه مراحلی داره که افراد موفق اون مراحل رو رد میکنن تا به موفقیت برسن، اما اون عده زیاد تو اون مراحل میمونن و شکست میخورن؟ اگر دوست دارید که مسیر موفقیت و درآمدزایی در یوتیوب رو بشناسید و بدونید که چه مراحلی رو احتمالاً باید طی کنید تا به موفقیت برسید، این ویدیو رو تا انتها نگاه کنید. من محسن نبوی هستم و در کانال ویدیو باز در رابطه با دنیای ویدیو و نحوه درآمدزایی و ساخت تولید ویدیوهای مختلف با شما صحبت میکنم. اگه به این موضوع علاقه دارید میتونید دکمه سابسکرایب کنال ویدیو باز رو بزنید و اگر اون دکمه زنگوله کنار اون رو هم بزنید جز اولین نفراتی خواهید بود که به محض اینکه ویدیوی جدیدی در کانال قرار بدم از اون مطلع میشید و میتونید بیاید اون رو ببینید. بریم سراغ این موضوع که مسیر موفقیت و درآمدزایی توی یوتیوب چی میتونه باشه و چه مراحلی رو احتمالاً ما باید طی کنیم تا به یک موفقیت برسیم. کجاها نباید دل سرد بشیم؟ کجاها پارامترهای مایوس کننده و ناامید کننده بیشتری میتونه به ما برسه که باید اون مراحل رو رد کنیم تا به موفقیت برسیم؟ بریم، یک ویدیو برای شما تهیه کردم، این رو روی دسکتاپ به شما نشون میدم و روی اون توضیح بیشتر و کاملتری رو میدم. ما برای اینکه بتونیم مسیر موفقیت در یوتیوب رو و رسیدن به درآمد رو بهتر بشناسیم، من یک نمودار تهیه کردم که محور عمودی اون درآمد و هزینه ها رو نشون میده و محور افقی اون زمان و مقدار زمانی که ما در یوتیوب داریم فعالیت میکنیم. برای اینکه بتونیم موفق بشیم، ما میتونیم از طریق این نمودار اون مراحل و اون فازهایی رو که یوتیوبرهای موفق پشت سر گذاشتن تا به اون موفقیت و درآمد رسیدن رو بهتر بشناسیم. از طریق این نمودار اگر به اون دقت کنیم میتونیم متوجه بشیم کسانی که در یوتیوب شکست خوردن و ناامید شدن و کار رو کنار گذاشتن تو چه مراحلی بوده و به چه علتهایی بوده. برای این کار بیایم این نمودار رو کم کم با هم دیگه کامل کنیم. خب این یک منحنیه که ما روی این نمودار داریم رسم میکنیم، یک چیزی که یک مسیری که اصطلاحاً توی تمام کارها ما میتونیم اون رو در نظر بگیریم و بدونیم که این قاعده و این ساختار معمولاً روی خیلی از کارها داره پیاده میشه، مخصوصاً توی یوتیوب که الان موضوع بحث ماست. ما یک جایی از کار هستیم که نقطه زیر صفریم، داریم هزینه میکنیم، درآمدی نداریم، از طرفی داریم از جیبمون پول میذاریم که یک سری تجهیزاتی رو تهیه کنیم و یک سری کارهایی رو انجام بدیم که ویدیو تولید کنیم و شروع میکنیم به فعالیت. اینجا کانال ما تازه تأسیس شده، کانالمون رو تازه راه اندازی کردیم، هیچ سابسکرایبی نداریم، هیچ ویوی روی ویدیوهامون نمیتونیم بگیریم، مخاطب خاص خودمون رو هنوز پیدا نکردیم، هنوز یوتیوب به ما این اعتماد رو نداره که کانال ما رو به بقیه و ویدیوهای ما رو به بقیه توصیه کنه و اونها رو در اختیارشون بذاره که اینها رو ببینن و پیشنهاد بده بهشون، و ما این کار رو از اینجا داریم شروع میکنیم، دقیقا نقطه زیر صفر، جایی که ما داریم هزینه میکنیم و شروع میکنیم به فعالیت. توی این فعالیتمون ما یک مدتی میگذره و ما همچنان این هزینه رو داریم انجام میدیم و زمانمون رو داریم در اختیار کارمون قرار میدیم، ولی نه درآمدی داریم نه موفقیتی داریم به دست میاریم، همچنان کانالمون ویو عجیب غریب و خوبی نمیخوره، سابسکرایب نمیتونیم درست حسابی بگیریم و همینجوری داریم میریم جلو تا به یک نقطه میرسیم که از نمودار رد میشیم و میریم بالا. بیایم این نمودار و این منحنی رو به سه مرحله مختلف تقسیم کنیم. مرحله اول مرحله‌ایه که ما همچنان هزینه میکنیم، زمانمون رو داریم میذاریم، از لحاظ موفقیت روی کانالمون هنوز موفقیت خاصی رو نمیتونیم به دست بیاریم، تا جایی میرسیم که به یه نقطه سر به سر میرسیم از لحاظ زمانی و درآمد و هزینه، یعنی درآمدی نداریم و هزینه هامون تقریبا کاهش پیدا کرده و تعداد ویدیوهامون هم هنوز تعداد زیادی نیست. مرحله دوم ما مرحله ایه که ما کانالمون کم کم داره مخاطب پیدا میکنه و به مرحله رسیدیم که گوگل ما رو اجازه داده که کانال رو مانیتایز کنیم، روش تبلیغ بریم و حالا کارهای دیگه ای که
از لحاظ درآمدی روی یوتیوب میتونیم انجام بدیم. و حالا این نقطه رو در نظر بگیریم که نقطه ایه که ما 1000 تا سابسکرایبمون رو گرفتیم، 4000 ساعت واچ تایممون هم به دست آوردیم و شروع کردیم به اینکه از اینجا به بعد درآمد به دست بیاریم. اما درآمدی که داریم به دست میاریم درآمد آنچنانی نیست، درآمد چشمگیری نیست و همین تا یک جایی میره که همچنان ما اون درآمدی که میخوایم رو به دست نمیاریم. یک زمان زیادی رو شاید گذاشتیم ولی همچنان درآمد و اون فیدبکی که میخوایم رو به دست نیاوردیم و نتونستیم اون چیزی که میخوایم رو از کانالمون به دست بیاریم و راضی باشیم از فعالیتی که داریم میکنیم. و از یه جا به بعد که به درآمد خوب میرسیم و به موفقیت و اون چیزی که مد نظر، اون هدفی که مد نظرمونه. از لحاظ تعداد ویدیوهایی که داریم تو کانال میذاریم، همونجوری که گفتم اول ویدیوهای ما کمه، خب شرایطمون هم شرایط سخت‌تریه، ویدیوهامون یه مقداری بیشتر میشه، یه مقداری داریم درآمد به دست میاریم و همینجوری الی آخر. اما مرحله اول ما، اون مرحله سخت و اون مرحله‌ای که ما هنوز به بحث مانیتایز نرسیدیم و داریم فقط تلاش میکنیم، یه مرحله فوق‌العاده حساسیه که هم میتونیم به دید خیلی ناامیدکننده بهش نگاه کنیم، هم میتونیم به عنوان یک پشتوانه خیلی قوی در نظرش بگیریم که بتونه ما رو موفق کنه. ما یک مرحله دوم داریم که مرحله خوبی نسبتاً ولی مرحله رضایت بخش شاید نباشه و همینجور الی آخر. خیلی از افرادی که شروع میکنن به فعالیت در یوتیوب توی این مرحله اتفاق بزرگ براشون میفته. من اسم این مرحله رو گذاشتم پاشنه آشیل. یعنی چی؟ یعنی جایی که ما میتونیم ناامید بشیم و کار رو تو یوتیوب کنار بذاریم و میتونیم تحمل کنیم و ایمان داشته باشیم و این مرحله رو رد کنیم. خیلی از کسانی که وارد یوتیوب میشن و تلاش میکنن از طریق یوتیوب درآمد به دست بیارن، توی این مرحله یک درصد زیادیشون کار رو رها میکنن، به خاطر اینکه یک زمانی رو گذاشتن، یک هزینه‌ای رو کردن ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتن و نتونستن خودشون رو راضی کنن که این کار رو ادامه بدن. اطرافیان توی این مرحله خیلی رو ما شاید بتونن تأثیر داشته باشن، پدر و مادرمون، دوستانمون، همسرمون که بابا داری چی کار میکنی، این همه وقت گذاشتی که چی، بیا فلان کار رو بکن. دقیقا این مرحلهیه که ما امیدمون رو خیلی میتونیم از دست بدیم و انگیزمون رو از دست بدیم برای فعالیت کردن توی یوتیوب. ولی از دید مثبتش اینه که اینجا دقیقا همون جاییه که ما خیلی از کسان و کانالهایی که فکر میکنن میخوان تو حوزه ما فعالیت کنن رو میتونیم پشت سر بذاریم. اونها توی این مرحله که پاشنه آشیل بازارمونه، کار خودشون رو رها میکنن، کار خودشون رو شل میکنن، دیگه اون انسجام و اون پشتکاری رو که باید ندارن. و طبعا ما اگر به اون قاعده و اصول کارمون ایمان داشته باشیم و اونها رو اجرا کنیم، میتونیم این مرحله رو پشت سر بذاریم. ما به یه جایی میرسیم که خب کانالمون مانیتایز شده و شروع میکنیم به درآمد. این درآمد درآمد آنچنانی نیست، چه بدونم به ماهی 50 دلار میرسه، ماهی 100 دلار مثلا میرسه. اینجا همون جاییه که باز هم به نوعی با یک ادبیات دیگه اطرافیان و محیط اطرافمون و اون شاید خود درونمون میتونه ما رو سرزنش کنه که بابا داری چی کار میکنی، این همه کار کردی، این همه زمان گذاشتی ولی نتیجه نگرفتی، به خاطر مثلا ماهی 100 دلار، ماهی 50 دلار داری این کارو میکنی، بیا برو فلان کارو بکن، نمیدونم دست بردار. از این حرفایی که خیلی از ماها باهاش آشنا هستیم، خیلی از ماها شنیدیم، شاید به خیلی از کسان اطرافمون گفته باشیم. حتی خیلی از افراد و خیلی از کسانی که تو یوتیوب فعالیت میکنن تو این مرحله باز هم ریزش میکنن. خب یعنی یک مرحله خیلی زیادی، مرحله اول رو از دست میدن و کار رو کنار میذارن، یک مرحله یه مقدار کمتری که بازم قابل توجه این توی این مرحله کنار میذارن، اما از یک جایی به بعد داستان داستان دیگه ایه، داستان شیرین و دلچسبی میتونه برای ما باشه. ما وقتی که میخوایم توی این مسیر موفقیت در یوتیوب و درآمدزایی حرکت کنیم، این ما هستیم که انتخاب میکنیم این مسیر مسیر موفقیت باشه. یعنی اگر از این نقطه شروع کنیم تا به اینجا برسیم اسمش میشه مسیر موفقیت، اما اگر از اینجا تا اینجا یا از اینجا تا اینجا بریم و رها کنیم کار رو، میشه مسیر شکست ما. پس خیلی از یوتیوبرهایی که موفق میشن و درآمد به دست میارن این مسیر رو تا انتها میرن و خیلی از کسانی که شکست میخورن در یوتیوب و نمیتونن درآمد و موفقیت به دست بیارن، این مسیر رو انتخاب میکنن و تا اینجاها میان. حالا این انتخاب ماست
تخصص ماست، پشت کار ماست، صبر ماست به کاری که داریم انجام میدیم و ویدیوهایی که داریم تولید میکنیم که از چه زاویه‌ای میتونیم بهش نگاه کنیم. یوتیوب به هر حال یک پلتفرمیه که امتحان خودش رو پس داده، یعنی به اندازه خودش آدمهای موفق داره و به اندازه خودش آدمهای ناموفق داره. حالا ما چجوری باید انتخاب کنیم که جزء کدوم دسته باشیم؟ دقیقاً آگاهی ما و به یاد داشتن این منحنیه، یعنی اینکه بدونیم توی چه مسیری هستیم، بدونیم توی چه مرحله ای هستیم، بدونیم که شاید با یک ماه دیگه فعالیت داستان ما عوض بشه و تمام اینها همون مسیریه که خیلی از افراد طی میکنن، یا به موفقیت میرسن یا به شکست میرسن. این راز بزرگیه که خیلی از ماها میدونیم ولی حواسمون بهش نیست. اگه داریم توی یوتیوب فعالیت میکنیم، به مرور این مسیر پخته تر میشه. شما حساب کنید اینجا هم تعداد ویدیوهاتون بیشتر شده، هم یک پشتوانه زمانی از لحاظ تجربه در یوتیوب پیدا میکنید که میتونه باعث رشد بیشتر شما بشه، باعث محبوبیت شما بشه، باعث بشه که خود پلتفرم یوتیوب به شما اعتماد کنه و بهتون کمک کنه که رشد بهتری داشته باشید. تمام اینها نکته هاییه که تو اکثر کارها وجود داره. میتونم بگم تو تمام کارهایی که ما شروع میکنیم برای اینکه به موفقیت برسیم، این مسیر طی میشه و تو یوتیوب هم همین ساختار داره برای افراد لحاظ میشه و اونها دارن این مسیر رو طی میکنن. حالا ببینیم خودمون چه مسیری رو انتخاب میکنیم. آیا مسیر 0 تا 100 موفقیت رو انتخاب میکنیم، یا مسیر 0 تا یک جایی که شکست همچنان و ناامیدی درش وجود داره؟ این مسیر رو به یاد داشته باشید، این مسیر رو یادتون باشه که باید طی کنید تا به موفقیت برسید. برای یوتیوب چند تا عامل مهمه و اثر داره برای اینکه ما بتونیم موفق باشیم. یکی از اونها پشتکار، صبر و بهتر کردن هر بار فعالیتمون و محتوا و ویدیوهامونه. امیدوارم توی کارتون در یوتیوب موفق باشید و امیدوارم که بتونید از قدرت عجیب غریبی که واقعا ویدیوها در دنیای امروز داره استفاده کنید برای موفقیت کارتون، برای افزایش درآمد کارتون و برای رضایت خودتون. حال خودتون رو با کارتون بتونید خوب کنید. آرزوی موفقیت میکنم برای شما و امیدوارم مسیری که شما انتخاب میکنید مسیر 0 تا 100 موفقیت باشه. همونطور که دیدید در هر کاری و در هر فعالیتی که ما داریم انجام میدیم، ما یک مسیر ناامید کننده ای رو داریم طی میکنیم که ظاهر مایوس کننده ای داره، ولی در حقیقت به نوعی یک سرمایه گذاری و تلاش ماست برای اینکه پایه های اون کار رو بتونیم بسازیم و مخاطب های خودمون رو جذب کنیم و به اونها این اطمینان رو بدیم که کاری که ما داریم انجام میدیم برای اونها میتونه مفید باشه و به درد اونها میخوره. در فعالیتی که ما در یوتیوب میکنیم هم دقیقا همین مسیری که براتون توضیح دادم رو ما داریم طی میکنیم. جاهایی هست که ما ناامید میشیم، جاهایی هست که ما مایوس میشیم، احساس میکنیم که ما واقعا داریم تلاش میکنیم اما اون نتیجه‌ای که میخوایم رو نمیتونیم به دست بیاریم. و اگر به این موضوع آگاه باشیم و همیشه در ذهنمون این نکته رو بدونیم که این مراحل رو باید بگذرونیم تا به این موفقیت برسیم، میتونیم با قدرت‌تر به کار اون ادامه بدیم. از طرفی همین مراحل هستن که آدم‌هایی که در اون حوزه‌ای که ما داریم کار میکنیم به نوعی دارن با ما رقابت میکنن رو میتونه از دور رقابت خارج کنه. خیلی از افراد توی همون مرحله ها ناامید میشن و کار رو کنار میذارن و همین میتونه برگه برنده ما باشه. بیایم از دید مثبت به این نگاه کنیم که این مراحل آدمهای مصممتر و با پشتکارتر و متخصصتری رو تحویل مخاطب ها خواهد داد و اونها راضی تر خواهند بود. امیدوارم تو کارتون موفق باشید و ویدیوهای خودتون رو با قدرت در هر کاری که میخواید استفاده کنید تولید کنید تا بتونید اون اثری که میخواید رو ازش بگیرید. موفق باشید.